عقلانی عمل میکنه. دقیقا این همون توضیحی بود که تو گزینه بالایی دادم دیگه. یعنی اگر محیطی کاملا مشاهده پذیر بود، ساده ترین نوع عامل که عامل واکنشی ساده هم هست، عقلانی و منطقی عمل میکنند. همه محیط رو میبینه دیگه، در واقع ایفتن السا کاملا مشخصه و نیازی نیست که حالت درونی داشته باشه، فقط اون رول ها اگر درست تعریف بشه کفایت میکنه برش. پس جوابمون توی این سوال شد گزینه دوم، در واقع گزینه دومه که نادرست هستش. توضیحات براتون گویا بود؟ بریم بعدی. دومی میگه که سه تا گزاره به ما داده، گفته کدومش صحیحه. خب ما الگوریتم‌های مختلفی رو توی موضوع الگوریتم‌های جستجو داریم. الگوریتم‌های ناآگاهانه داریم و الگوریتم‌های آگاهانه. در بحث الگوریتم‌های ناآگاهانه فرقشون چیه بچه‌ها؟ فرقشون تو اچه. تو اچ با هم اختلاف دارن. مایلید یک دقیقه راجبش صحبت بشه؟ میخواد یه ریویوی بکنیم؟ یه ریویو خیلی کلی بکنیم؟ بالاخره ذهنتون یکم آشناتر بشه، مخصوصا دوستانی که حالا یا شروع نکردن یا برای اینکه این سوال رو بخوان درک بکنن. خب ببینید، نه دیگه، اچ میتونه صفر باشه. الگوریتمایی داریم که اچشون صفره. نه، چه الگوریتمی داریم که اچش صفره سجاد؟ UCS Uniform Cost. اچ صفره دیگه، فقط ملاکش تصمیم گیری روی جی هست اگه مطالعه کرده باشی یا خاطرت باشه. یا تمام الگوریتم های در واقع حوزه ناآگاهانه اچی ندارند، اچی ندارند که اصلا بخوایم روشون حساب. خب ببینید بچه ها، من از یه نقطه جستجو شروع میکنم و این نقطه شروع برای من حالات بعدی ایجاد میکنم. خب پس این حالات بعدی، هر کدوم از این حالات بعدی دوباره حالات بعدی خواهد داشت که الزاماً تعدادش یکی نیست. من نقطه چین میذارم و مجدداً هر کدوم از اینها میتونن حالات بعدی داشته باشن. میبینید پس یک درخت جستجو میتونیم تشکیل بدیم. یک درخت میتونیم تشکیل بدیم. توی این درخت یه سری از گره ها که تو هر لولی میتونن باشن برای من هدفم محسوب میشن. مثلا رسیدن از شهر A به شهر B، کمترین فاصله رو میخوایم پیدا بکنیم. کمترین زمان بین شهر A و B رو میخوام پیدا بکنیم و از اینجور مسائل. الگوریتم هایی که روی این موضوع کار میکنن میشن الگوریتم های جستجو. جستجو کی مطرح شد؟ یعنی اصلا مفهوم جستجو کی اومد؟ وقتی عامل هدفگرا معرفی شد. ما 4 مدل عامل داریم: واکنشی ساده، مبتنی بر مدل، هدفگرا، سودگرا. جستجو زمانی معرفی شد که مفهوم هدفگرا اومد وسط. یعنی شما قرار بودن نقطه‌ای به هدفی برسی و تابع هدف معرفی شد. اینکه شما هر گامی برمیداری میری جلو چک کنی ببینی هدف رسیدی. Rễ sống các bạn nhé, rất rễ sống, rễ trồng. Và trồng chỉ 15-20 ngày ta tưới một lần cũng được các bạn ạ.